شروع کردیم. صدای شفا شروع کردیم. شروع کردیم. صداش باشه شفا میده. ببندید آره. صدای خانم دکتر بشنوه ببینم چی میگن. الان این تو بخش میشه. شروع میکنم خیلی عذرخواهی میکنیم بابت تأخیری که پیش اومد. مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و همراه ما در نشست زنان نیروخ زنان در شبکه های اجتماعی. هفته گذشته اولین قسمت از بحث رو ما با حضور خانم دکتر مظفری آغاز کردیم. با توجه به اینکه بخشی از دوستان تازه به جمع ما ملحق شدن، لازم هست که این هفته به طور مروری مقدمه خدمت شما عرض بکنم و بعد از اون بحث رو ادامه بدیم و مطالب جدیدتر رو خدمت شما ارائه کنیم. همطور که عرض کردم خدمتتون در جلسه گذشته که ما متاسفانه موفق نشدیم به طور کامل از صحبت‌های خانم دکتر مظفری برخوردار باشیم به خاطر اختلالی که در اینترنت ایجاد شد، ولی من به طور مقدمه خدمت شما عرض کردم که امروزه به حدی بحث فضای مجازی و رسانه‌های نوپدید جدی هست که بخش‌های مهمی از زندگی ما رو، رفتار ما، کردار ما و سبک زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده و حتی ادبیات جدیدی رو وارد تعاملات میان فردی ما کرده. بنابراین جا داره در همین جا علاوه بر این که به اهمیتش اشاره میکنیم، این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که در تمام دنیا و ببینید در ایران چرا بخش عمده ای از کاربران شبکه های اجتماعی زنان هستند و زنان چه فرصت ها و چه چالش هایی در استفاده از این ابزارهای جدید دارن. به طور خلاصه میتونم خدمت شما عرض کنم که در کشور ما علاوه بر این که در بیشتر نقاط دنیا رسانه‌های مجازی یا ابزارهای پیام رسان تلفن همراه با اقبال زیادی از طرف خانم‌ها روبرو شدن، اما یک نکته بسیار مهم این هست که زنان علاوه بر اینکه مصرف کننده مهم محتوای موجود در این رسانه ها هستن، شاید به طور جدی خودشون به تولید کننده محتوای این رسانه ها هم تبدیل شدن. به هر حال این ابزارها مثل در واقع واتساپ و تلگرام و بریجه اینستاگرام که جنبه تصویری قوی داره و در کنار اون فیسبوک و توییتر، زنان بسیاری رو به خودش جذب کرده و ما شاهد این هستیم که
بنا به عوامل و دلایل مختلف مثل داشتن اوقات فراغت بیشتر و شاید نداشتن در واقع اوقات فراغت جدی برای غنی شدن در واقع ساعات فراغتشون و جذابیت بصری که این رسانه‌ها فراهم می‌کنن و زنان رو از بحث مباحث انفعال خارج می‌کنن و وارد متن کردن برای شنیده شدن سوالشون و از همه مهم‌تر این که این روزها مطالبات زنان از طرف یا وضعیت زنان ما و کل دنیا البته اینطور هست از طریق شبکه‌های اجتماعی به گوش در واقع مسئولان رسیده میشه و یه فرصتی هست برای حاکمیت ها که مطالبات زنان رو بشنوند و اونها پاسخ بدن. ما به دلیل به چنین عواملی در چنین فضایی در واقع شاهد این هستیم که رسانه های اجتماعی یا شبکه های اجتماعی مثل شمشیر دولبه یا به عبارتی یک سکه دورویی هستند که فرصت ها و چالش های دوگانه ای رو در زندگی زنان دارن. با چنین مقدمه من فکر میکنم که لازم هست ما به فرصت هایی که این رسانه ها برای زنان ایجاد میکنن بپردازیم. من در یک موردی که پژوهش های داخلی رو داشتم در مورد زنان و شبکه های اجتماعی متاسفانه اونقدر که روی چالش ها بحث شده، اونقدر که روی نقاط ضعف و نقاط منفی شبکه های اجتماعی بحث شده، متاسفانه فرصت ها برای زنان شناخته شده نیست. به خصوص اینکه این فرصت ها در واقع برای زنان شرایطی رو ایجاد کرده که در فضای واقعی و ریل نمیتونیم به اون دست پیدا بکنیم و شاید یک همچین روی کردی هم در پژوهش‌های ما ناشی از این باشه که کلاً نگاه جامعه و نگاه فرهنگ سنتی به حضور زنان در فضای سایبر متمایل نیست، تمایل نداره. شاید ادامه همون دیده نشدن زنان رو در فضای جامعه بخوایم میخوان تسری بدن به یا در فضای مجازی، اما به هر حال مطالبه از طرف زنان هست که دیده بشن، صداشون شنیده بشه و قاعدتاً فضای مجازی یا رسانه‌های اجتماعی میتونه، این شبکه‌ها میتونن فرصتی رو برای زنان، فرصت‌های بسیاری رو برای زنان فراهم کنن. اما اینکه این فرصت‌ها چی هستن و چطور میتونیم در واقع اونها رو به زنان منتقل بکنیم، نکاتی هست که در این نشست ابتدا مورد بررسی قرار می‌گیریم. در بخش اول و بخش بعد انشالله خیلی کوتاه‌تر به موضوع چالش‌ها می‌پردازیم. خانم دکتر افسانه مظفری همراه ما هستن، همونطور که مشاهده می‌کنید خانم دکتر روزنامه‌نگار هستن خودشون و دانشیار و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات که پژوهش‌های زیادی خودشون انجام دادن در حوزه رسانه و زنان و قاعدتاً هم پایان‌نامه‌های بسیاری زیر نظر ایشون انجام شده. به همین خاطر مزاحم ایشون شدیم که از فرمایشات ایشون هم استفاده بکنیم. استاد سلام عرض میکنم، خسته نباشید. من میخواستم که در واقع بحث فرصت ها رو، چون فکر میکنم تازگی بیشتری داره برای کاربران و شاید مخاطبان ما، آغاز کنیم و اینکه واقعا فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی چه فرصت هایی رو در اختیار زنان ما قرار میدن که چطور میتونیم در واقع زنان خودمون رو، کاربرانمون رو با این فرصت ها آشنا کنیم. ممنونم خانم دکتر، بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار دکتر مصری و شنونده ها و بیننده های این برنامه بسیار خوب. همطور که خود شما هم فرمودید، من خواهشم اینه که اجازه بدید که دنباله بحث رو پی بگیرم و یک مقدمه رو خدمتتون بگم و بعد وارد وضعیت فرصت‌ها و مباحثی که در این رابطه داریم خدمتتون عرض کنم. همطور که شما هم میدونید ما امروزه در عصر انتقال و تبادل اطلاعات به سر میبریم و شبکه‌های اجتماعی هم ابزار انتقال این اطلاعات به شما میبریم. خب در نهایت این شبکه ها برای ما فرصت هایی رو ایجاد کردن. البته این فرصت ها رو ما میتونیم بگیم فرصت های مساوی برای زنان و مردان رو در واقع
ایجاد کرده. اما در صورت فرصت هایی که از فرصت های بسیار خوبی هم هست، مثل اینکه ما با فرهنگ و آداب و رسوم ملت ها، کشورها آشنا میشیم، مفاهیم فرهنگی انتقال پیدا میکنه، مباحث علمی رو اطلاعات و آگاهی در موردش پیدا میکنیم، کشفیات علمی در زمین های مختلف رو میشه در واقع شناسایی و مطالعه کرد، آداب و رسوم ملت ها و حتی دسترسی به کتاب های صوتی که برای کسایی که حوزه علمی کار میکنن بسیار جالب توجه، دسترسی به اخبار و اطلاعات که این اخبار و اطلاعات خیلی سریع و متنوع هم باشه، سریع هم به ما برسه. و در این از فرصت هایی هستش که به طور کلی خدمتون دارم میگم که در اختیار قرار دادیم. اما در کنار فرصت ها همونجور که شما خودتون فرمودید، تهدیدهایی هم وجود داره که در واقع حالا بحث ما خیلی هم نمیخوایم به تهدیدها و آسیب ها کار بکنیم، ولی به طور کلی بحث اینه که ما از این فرصت ها چگونه استفاده میکنیم و چه هدفی رو از استفاده از این شبکه های اجتماعی داره. در واقع تکنولوژی های جدید و فناوری هایی که وجود داره در هر صورت در زندگی ما وجود داره و استفاده از اونها اجتناب ناپذیره، این رو باید قبول بکنیم. اما اینکه چطور از اینها استفاده بکنیم و با چه هدفی باشه اصلی، و ما باید به این مسئله خوب بپردازیم و نگاه. خب حالا ما بحث ما در واقع در این جلسه بحث نقش زنان، چگونگی حضور زنان و چگونگی استفاده از این فرصت هایی است که شبکه‌های اجتماعی در اختیار قرار داده. بنابراین با توجه به موضوع اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم بر اساس تمایز جنسیتی به بحث شبکه‌های اجتماعی، بعد نیست که این رو یادآوری بکنم که در واقع با ورود اینترنت اولین موجی بود که ما باهاش روبرو شدیم، در واقع به حباب.com مشغول شد. و اگر بخوایم که توی این قسمت و این زمان رو مورد مطالعه قرار بدیم، مجالی برای تمایزهای جنسیتی از اون نظر که ما بخوایم بگیم خب زنان چه کردن، این رو به دست نمیداد و در واقع به صورت خیلی خاص حضور بانوان توجهی رو به این زمان جلب نمیکرد. بعد از اون با ظهور وبلاگ ها ما در واقع مشاهده کردیم، به خصوص وبلاگ های زنانه که خب علاوه بر قابلیت هایی که داشت محدودیت هایی هم داشت و یکی از بزرگترین محدودیت هایی بود که با هویت های جعلی وارد می شدن، یا خانم نبودن با هویت زنانه وارد می شدن، یا زنان هم خودشون با هویت های دیگری در واقع وارد می شدن و در واقع هویت های جعلی مقداری کار رو سخت میکرد از جهت اینکه ما بخواییم تحقیق و پژوهش بکنیم در این زمینه که خانم ها چه نقشی و حضوری رو داشتن. بعد از اون جریان وب دو مطرح شد که در واقع زندگی دوم رسانه های اجتماعی است و اون هم قابلیت های بسیار زیادی داشت، امکانات بیشتری داشت، مثلا امکانات استفاده از پروفایل های تصویری برای خانم ها خیلی بیشتر بود، اما باز هم همون محدودیت های در واقع هویت جعلی رو ما میدیدیم و نمیتونیم از این نظر تفکیک مناسبی رو و درستی رو قائل بشیم. در دهه 2010 میلادی همزمان با پیشرفت تکنولوژی جدید، ما شاهد ظهور و تکامل ابزارهای دیگری هستیم و رسانه‌های دیگری هستیم از قبیل تلفن همراه که همگی میدونیم که واقعا این تلفن همراه با قابلیت‌هایی که داشت، از ارسال پیام‌های کوتاه تا پیام‌های تصویری تا عرض بکنم تماس‌های تلفنی، همه این رو ما نگاه می‌کنیم که این قابلیت‌ها قابل توجه بود. و در همون زمان شاهد رشد فیسبوک و توییتر هم بودیم که خب حالا یک بحثی رو اینجا از این جهت دارم عنوان می‌کنم به دلیلی که دیگه خانم‌ها نمی‌تونستن یا دیگران نمی‌تونستن با هویت‌های جعلی و هویت‌های زنانه جعلی در واقع وارد بشن، به جهت اینکه کاربر مجبور هویت خودش رو مشخص بکنه، باشه شماره تلفن خودش بیاد و اون دایره دوستانش و شبکه‌های دوستانش به اصطلاح مشخص می‌کرد که آیا این هویت زنانه داره یا نه. بنابراین زنان حضور خودشون رو در اون زمان به صورت شفاف میتونیم بگیم ثبت کردن. رشد پرسرعت فناوری‌های جدید مثل تلفن همراه خب یک زیرساخت‌های تازه‌ای رو برای شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد، از جمله اینکه خب میدونیم تلفن همراه رو که میدونیم در خصوصی ترین لحظات در دسترس ماست، همیشه روشنه، از دوربینش میشه برای ثبت وقایع استفاده کرد، نیازی به دانش خاص نداره، پیچیدگی خاصی نداره و در واقع
از راه‌های مختلف میشه به اینترنت وصل شد. اون شبکه اجتماعی ما همون کانتاکت هایی هستن که در درچه تلفن های ما وجود داره و از اونها میشه استفاده کرد. اپ‌های خاصی که وجود دارن، حسگرهای خاصی که وجود دارن، در واقع ما میتونیم اپ‌هایی وجود دارن که مکانهای جغرافیایی و در واقع جاهایی رو که مد نظر هست شناسایی بکنیم. همه اینها امکاناتی بود که برای ظهور نسل جدیدی از شبکه‌های اجتماعی در واقع فراهم. بعد از اون ما می‌بینیم که پیام‌رسان‌های دیگری مثل ویچت، وایبر، لاین، تانگو، واتساپ، تلگرام و اینستاگرام خب بسیار مورد توجه قرار گرفتن، به خصوص در جامعه ما یکی از پرکاربردترین و مهمترین شبکه‌های اجتماعی هستن که در اختیار کاربران قرار گرفتن. بعد از این زمان زنان وارد در واقع حوزه تجربه تازه‌ای شدن در مورد حضور و برپایی در شبکه‌های اجتماعی. در واقع شبکه‌های اجتماعی می‌خوام اینو بگم که یک دریچه تازه‌ای رو به روی کاربران باز کرد و فعالیت‌های متفاوت و متنوعی رو، بستری رو فراهم کرد برای این فعالیت‌ها برای اون. خب با توجه به اینکه نیمی از پیکر جامعه ما رو بانوان تشکیل میدن، بنابراین نقش و تأثیر اونها در پیشرفت توسعه کشور هم انکارناپذیره و نمیشه اونها رو نادیده گرفت. زنان به دلیل اون تأثیر مستقیمی که بر روی گروه‌های سنی مختلف دارن، از کودک و نوجوان و جوان گرفته تا تأثیر بر نیم دیگری از پیکر جمعیت جهان به عنوان مردان، در واقع منظورم مردان هست، ما میتونیم بگیم از مهمترین و تأثیرگذارترین گروه‌های اجتماعی به شمار میرن. بنابراین توجه به این گروه بسیار مهمه. به این صورت میخوام بگم که امروزه یکی از مهمترین معیارها در توسعه یافتگی کشورها میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در اون جامعه یا در اون کشور دارا هستند. در واقع امروز نگاه جهان به سوی زنان معطوف شده، چون که در واقع امروز برای تحقق توسعه اجتماعی ابتدا باید به دنبال اینطور که در واقع در مباحث علمی هم مطرح میشه، ما به دنبال تسریع فرآیند توسعه اقتصادی باشیم و به دنبال اون بحث محقق شدن عدالت اجتماعی که از بحث‌های بسیار مهم است در توسعه. و اگر ما بخوایم به زنان به عنوان نیروهای فعال و سازنده نگاه بکنیم در جوامع و اونها رو نادیده نگیریم، خب قطعا اینا تاثیر بسیار زیادی در روند توسعه کشورها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خواهند داشت. البته این رو هم شما هم فرمودید که زنان در طول تاریخ برای مشارکت و حضورشون در واقع با مشکلات و محدودیت‌ها و موانعی روبرو بودن، از جمله باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم حضور و مشارکت زنان در فعالیت‌ها، و مهمتر از اون این که خود زنان هم نسبت به حقوق اجتماعی خودشون خب یا حقوق شهروندی خودشون بسیار کم اطلاع بودند و در واقع الان هم میتونیم بگیم تا حدودی ممکنه وجود داشته باشه. در واقع زنان از زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی اطلاعات بسیار کمتری رو در طول تاریخ نشون داده که در واقع در برهه‌های خاصی داشتن. و البته این رو هم بگیم خب نرخ بیسوادی اگر بخوایم آمارها رو ببینیم در زنان بیشتر از مردان بوده و به همون نسبت هم درجه تخصص اونها و مدارج علمیشون هم به نسبت مردان خب پایین‌تر بوده. اگرچه مژده‌ای رو میخوام خدمتتون بدم که البته تبعات خوب و بدی هم داره، در کنارش هر دو مثبت و منفی میشه، در واقع باید از فرصت‌ها استفاده کرد، اینکه امروز تعداد بانوان برای ورود به دانشگاه و نشستن بر سر کلاس‌های دانشگاه بسیار بیشتر از آقایان است. از طرف دیگه از محدودیت‌های دیگری که من می‌تونم خدمتتون بگم، یکی از مسائلی که در مورد خب حالا بحث ما در مورد خانم‌های خانه‌دار هم صدق می‌کنه و بیشتر هم اتفاقاً در مورد اونها صدق می‌کنه که از فرصت و زمان بیشتری رو برخوردار هستن در خونه و مراجعهشون به شبکه‌های اجتماعی و حضورشون و مشارکتشون بسیار بیشتر هست. اینها زنان خانه‌دار متأسفانه به این صورت است که کار خانه‌داری به عنوان یک کار محسوب نمیشه و در واقع تو ارزیابی‌های اقتصادی لحاظ نمیشه.
خب این یکی از مشکلاتی هستش که در واقع محدودیتایی که وجود داشته در مورد اشتغال بانوان ما اگر بخوایم نگاه بکنیم. خلاصه اینا رو میگم که به اصل مطلب بپردازم. این هستش که در نوع مشاغلی که واگذار میکنن به زنان، اولویت ها رو در واقع یه مقداری بیشتر به مردان میدن و در مورد سطح دستمزدهاشون با هم اختلاف دارن. بنابراین خب به طور کلی میخوام اینجوری بگم که با مشکلات و محدودیت بسیار زیادی مواجه هستن. از جمله مثلا بگیم، بازم حالا بد نیست اینجا یه اشاره‌ای بهش بکنم، این که گاهی اوقات گفته میشه که در بعضی از کارها توانایی کار خانم ها کمتر از آقایون هست، یا در بعضی مواقع ممکنه بیشتر هم باشه، ولی جاهای عنوان میشه از این محدودیت ها که مصلحت خانواده و مصلحت جامعه رو بر اساس فرهنگ و ایدئولوژیمون باید ببینیم. اینها در واقع به هر صورتی که بهش نگاه بکنیم یک سری محدودیت هایی برای عدم حضور و مشارکت زنان در فعالیت ها به وجود آورده. اما شبکه اجتماعی فرصت های برابری رو هم برای مردان و هم برای زنان به وجود آورده. اما زنان با حضور خودشون در شبکه های اجتماعی تونستن این محدودیت هایی رو که در واقع قسمتیش رو من بیان کردم، اینها رو به اصطلاح در هم بشکنن و روابط خودشون رو توسعه بدن و خلأ دنیای واقعیشون رو پر بکنن و در واقع بتونن اظهار نظرات خودشون رو داشته باشن. و این رو در نظر داشته باشین که من البته حالا به جزئیات به اینها میپردازم، اما این رو در نظر داشته باشین که بیشترین سهم استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور ما بر اساس آمارهایی گرفته شده در واقع یک رقم عددی و سهمی بیشتر از 30% متعلق به زنان و خانم‌های خانه‌دار هست. اینو مورد توجه قرار بدیم که آمار بالاخره رقم کمی رو در این زمینه نشون. پس در واقع اینطوری میتونم بگم که جامعه ما به سمت اون ایده دهکده جهانی مارشال مکلوهان در واقع نزدیک شده. با افزایش تصاعدی ذریب نفوذ اینترنت در ایران و عمومی شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی و در کنار اون افزایش تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی خانم‌ها بر روی شبکه‌های جهانی، خب در واقع توجه خیلی زیادی میشه به این شبکه‌ها معطوف شد. تعداد مشترکان اینترنت تا پایان سال 97 بر اساس آمار به بیش از 74 میلیون و ضریب نفوذ اینترنت و بیش از 90% در جامعه ما رسیده. این رو در نظر داشته باشید و در واقع این نشون میده که تعداد کاربران شبکه های اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند، به خصوص بعد از اینکه ویروس کرونا همه گیر شد و در واقع ما میبینیم که در تمام دنیا رو در واقع گرفت. به یک صورتی حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی مختنم شمرده شد و اینجا بود که بیشتر به فرصت‌های این شبکه‌ها نگاه شد و اون رو مد نظر قرار دادن. ایران توی جدول کاربران اینستاگرام، اگر بخوام همونطور که شما هم فرمودید، به خصوص اینستاگرام که بسیار حضور خانم‌ها در اون پررنگ است، ایران توی جدول کاربران در سال 2019، البته این آمار رو خدمتتون عرض می‌کنم، در ردیف 8 قرار گرفته بعد از آمریکا، برزیل، هند، اندونزی، روسیه، ترکیه و ژاپن. و نکته جالب توجه این حضور 54% جوانان 18 تا 29 ساله هستش که در واقع بسیاری از اینها هم نصف اینها هم حداقل میتونیم تخمین بزنیم که خانوم ها هستن. ببینید ما در مورد پذیرش هر فناوری خب روش ها و راه های بسیار زیادی رو داریم. من اگر بخوام اینجا اشاره بکنم به فرض مدلی رو در مورد پذیرش فناوری، میتونم به تکنولوژی اکسپتنس مدل اشاره بکنم که اصطلاحا TAM بهش میگیم، که این رو دیویس و همکاران در واقع این رو ارائه دادن و از پرکاربردترین مدل ها در زمینه تبیین و پیشبینی عوامل انگیزشی که در پذیرش فناوری از سوی کاربران وجود داره به اون میپردازه. این الگو در واقع بر این مسئله استوار هست که برداشت ذهنی افراد از فناوری بر نگرش اونها به فناوری تأثیر داره و این مدل در واقع بیانگر اینه که استفاده از این فناوری ارتباطات با میل و استفاده تعیین میشه، که این تمایل رفتاری خودش بر اساس برداشت ذهنی تعیین میشه و ابتدا برداشت ذهنی از مفید بودن، یعنی میزانی که یک فرد معتقد استفاده از یک فناوری خاص
میتونه عمل کرده اون رو بهبود ببخشه و دوم برداشت ذهنی از آسانی استفاده از اون، یعنی میزانی که خودمون شخص معتقده که پیچیده نیست استفاده از این تکنولوژی و استفاده از اون فناوری براش بسیار آسان و راحت خواهد بود. این مدل رو بر اساس این مدل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی کاربران در واقع حاصل محقق شدن یک فرایند چهار مرحله است که مرحله اول در واقع این هستش که بر عقاید کاربران برای استفاده از فناوری ارتباط و اطلاعات تاثیر میذاره، بعد از اون نگرش اونها رو تحت تاثیر قرار میده و نگرش تمایل رو تغییر میده و تمایل هم در واقع سطح استفاده رو تعیین میکنه و در واقع میشه بر اساس این مدل ما پیش‌بینی کنیم که سطح استفاده از خانم ها بانوان در این زمینه در آینده بسیار بیشتر از این که الان در واقع باهاش مواجه هستیم هم خواهد. پس بنابراین بحث برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسان بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ما می‌بینیم که به طور مستقیم در پذیرش و استفاده از این فناوری‌های مختلف اطلاعات و ارتباطات در بین زنان تأثیر بسیار زیادی داره. در این مورد در واقع فرصت‌هایی رو برای زنان به وجود اومده که اگر ما بخوایم به جنبه‌هایی از اونها اشاره بکنیم، می‌تونیم بگیم که در واقع اگر بر اساس حضور زنان، بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و کارآفرینی بخوایم نگاه بکنیم، می‌بینیم که افزایش تولیدات خانگی و کارآفرینی رو می‌بینیم. اگر بخوایم یه دسته‌بندی حالا داشته باشیم، ممکنه حالا مواردی رو اینجا جا بندازم ولی بیشتر همین عرصه هست مهم‌ترینش اینه که در واقع ما مواجه شدیم با ارائه مشاغل نو و استارتاپ‌ها، در کنارش افزایش تولیدات خانگی رو می‌بینیم، فعالیت‌های بازاریابی و مارکتینگ رو بسیار پررنگ می‌بینیم که در واقع همه اینها سبب توانمندسازی زنان و ارتقای کسب و کار و در واقع بیشتر شدن درآمد خانواده شد و می‌بینیم که در این شرایط نامساعد اقتصادی واقعا چقدر می‌تونه حائز اهمیت باشه در جامعه اگر ما بتونیم این فرصت‌ها رو در واقع کانالیزه کنیم، اینها رو بتونیم به صورت بسیار خوبی ازش استفاده بکنیم. علاوه بر این ما حضور و مشارکت زنان رو در جنبه‌های دیگر رو هم می‌بینیم، یعنی فعالیت‌های اجتماعی سیاسی رو یا اجتماعی فرهنگی رو بسیار زیاد می‌بینیم که علاوه بر بحث آموزش و بحث یادگیری در واقع و همچنین میتونم بگم اینجا باید حتما در یه قسمتی به این مسئله هم بپردازم، بالا رفتن سطح سواد ابزاری خانم‌ها در واقع در استفاده از تکنولوژی نوین در واقع باعث ایجاد یک نوع اعتماد، حالا میتونیم بگیم اعتماد به نفس، در واقع بگیم اعتماد به نفس و یک جور اهدا یا هویت بخشی برای خانم‌ها شده، از جمله مثلا مهارت‌های شبیه سخن گفتن، خوب صحبت کردن، خودگشودگی که در نهایت ما می‌دونیم که جنبه‌های علمی همیشه عنوان می‌کنیم که خودگشودگی خودش منجر به خودبالندگی میشه و در کنار این توانایی ابراز احساسات، توانایی ابراز باورها و افکارشون به صورت صریح و شفاف و روشن، همه اینها از مواردی هستش که با این مسئله وجود داره. بحث خود ابرازی که واقعا خودش مسئله بسیار مهمی هست و همچنین ما میتونیم بگیم با تحرکات اجتماعی و تغییر عقاید و دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سنتی که در واقع امروزه مورد استفاده قرار نمیگیره، البته بحث من بر پایه مقررات و موازین شرعی و اخلاقی هست که البته تاکید به اینها دارم، در واقع همه اینها سبب شده که در کنار کسب آگاهی و اطلاعات خانم‌ها بتونن در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی ها به عنوان نیمه دیگری از جامعه یا نیمی از پیکر جامعه در واقع بسیار تأثیر گذار باشه. بحث سرگرمی هم که همگی اطلاع دارید که واقعا جایگاه خاص خودش رو داره، حالا بگذاریم از این افراد مسن چقدر از این شبکه‌های اجتماعی
استفاده های مفید میکنن و فرصت هایی رو برای در واقع اینکه تنها نباشن و منزوی نباشن، به خصوص حالا هم خانم ها هم آقایان در واقع خانم ها هم صدق میکنه که در واقع ما میبینیم که از این شبکه های پیام رسان به نحو احسن دارن استفاده میکنن. بنابراین ما میتونیم بگیم زنها علاوه بر برقراری ارتباطات در سطح جهانی و بین‌المللی، سطح سواد ارتباطی و روابط اجتماعی خودشون رو هم بر همین اساس ارتقا دادن و گسترش دادن. در کنار این، همطور که شما هم اشاره کردید به این مسئله، اطلاع و آگاهی از حقوق خودشون و علاقمندی به فعالیت‌های اجتماعی و مدنی و ایجاد صفحاتی برای دادخواهی حقوق زنان و یا نقد حقوق زنان در قابل توجه هست، به خصوص در صفحه‌های اینستاگرامی، در پیج‌ها ما این رو خیلی زیاد می‌بینیم. پس بنابراین ما می‌تونیم بگیم که اگر تقسیم بندی بخوایم بکنیم، می‌تونیم بگیم فعالیت‌های اقتصادی برای خانم‌ها در شبکه‌های اجتماعی مورد نظر است که بسیار جالب توجه، کسب و کار و مارکتینگ، در کنار اون فعالیت‌های آموزشی در زمینه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و به خصوص محیط زیست که من حال توضیح میدم خدمتتون، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و در واقع نقد حقوق زنان و به چالش کشیدن بعضی از این موارد، این هایی هستش که حالا من خدمتتون هم عرض خواهم کرد. من مثال‌هایی رو دلم می‌خواد که در این رابطه خدمتتون عنوان بکنم. فکر میکنم که شاید جالب توجه باشه برای کسایی که در دفعه دارن میبینن بینندگان ما توی این زمینه. بحث در دفعه ما در میخوام اشاره به این بکنم که در به خصوص اینستاگرام پیج‌های بسیار زیاد و جالب توجهی رو باهاش مواجه میشیم که این ما اغلب فالوورهای بسیار زیادی هست دارن و اگر ما این فالوورها رو در دفعه در نظر بگیریم، بر اساس اینکه هر چه مخاطب بیشتر داشته باشیم میتونیم تاثیرگذارتر باشیم، پس باید به این پیج‌ها هم توجه بکنیم. یعنی اینها میتونن خودشون به عنوان اینفلوئنسرهایی باشن که تاثیرگذار هستن و ما میتونیم اینها رو اگر در کانال‌های مناسبی هدایتشون بکنیم، میتونیم از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی ازشون بهره برداری بسیار خوبی برای رشد و توسعه در جامعه خودمون داشته باشیم. از مدل هایی که میخوام خدمتتون عنوان بکنم، به عنوان مثالی تعدادیش رو اینجا نوشتم که یادم نره این کار رو خدمتتون بگم. ببینید یه مقدار زیادی خانم ها در واقع از هنرهای که در خانه دارن، هنرهای خانگی خودشون دارن کسب درآمد میکنن در پیج های اینستاگرامی. مثلا شما در نظر بگیرید که کسانی رو من پیج هایی رو میشناسم که به اصطلاح مثلا در آشپزی و شیرینی‌پزی در خانه اینها بسیار توجه پیدا کردن. بعضی از اینها خودشون به عنوان یک برند اصلا جا گرفتن، یعنی اصلا شناخته شده هستن در فضای مجازی. و جالب اینجاست که وقتی که بررسی می‌کنی می‌بینی هم اغلب اینها دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستن، تخصص‌های ویژه‌ای دارن، ولی با این وسیله دارن کسب درآمد می‌کنن. مثلا شما در نظر داشته باشید، من پیجی رو دیدم که فالوورای بسیار زیاد داشت، ایشون فقط روبان میفروخت. روبان فقط میفروخت و خیلی جالب بود برای من که خب یعنی از یه چیز خیلی کوچیک کسب درآمدای خیلی خوبی دارن میکنن. در کنار این مثلا من دیدم در اهواز یه فردی رو دیدم، پیجی رو داره که خیلی به نظر من خلاقیت به خرج داده بود، طراح قابلی هست ایشون. اومده بود یک سری چیزها رو، اسباب بازی های چوبی رو ارائه داده بود، مثلا برای دخترها به فرض بچه‌ها کتری و قوری کوچیک و اتوی کوچیک و از این چیزا به صورت چوبی اینها رو طراحی کرده بود، یا مثلا منظومه شمسی رو، دکده ها رو، دایناسور و اینها رو برای پسرها در واقع اینها رو طراحی کرده بود که این علاوه بر بحث اشتغال زایی به جهت اینکه تعداد زیادی نجار و خیاط رو در واقع در کنار خودش اینها رو داشت، در واقع علاوه بر اشتغال زایی هم فروش بسیار زیادی داشت و نهایتا کسب درآمد زیادی رو باهاش مواجه بود. یه پیج آشپزی رو ببخشید، یه پیج آشپزی رو من دیدم، خانمی رو در بوشه که در مسابقات جهانی هم جایزه گرفته و آشپز بسیار فوق‌العاده‌ای هست و
و اینها در واقع فالوورهای بسیار زیادی دارن. بعضا بعضی از اینها تعداد فالوورهاشون در مثلا 100 هزار نفر بیشتر هم میرسه. در کنار این ما خب مدل هایی رو میبینیم از خانم هایی تو حوزه های حقوق زن در اسلام دارن فعالیت هایی میکنن، عنوان میکنن مباحثی رو که در طول تاریخ مثلا زن ها هم به عنوان تاجر کار کردن، هم در جنگ ها شرکت داشتن، در واقع مناصبی رو اینها برای خودشون داشتن، نمونه های تاریخی رو در این زمینه عنوان کردن و در این نمونه های تاریخی که عنوان میکنن اومدن محدودیت هایی رو که برای زنان هم به وجود میاد در حوزه اجتماعی برای خانم های مذهبی از طرف پدرها و همسرانشون، اینها رو مثلا بهشون اشاره کردن. مثلا یک جریانی که یک هفته پیش در واقع در مورد همسر یک شهید در واقع وجود داشت، بس در مورد این بود، یا کسانی که حتی خانم هایی که از همسرانشون طلاق میگیرن یا همسرانشون رو از دست میدن، در بحث حضانت و ولایت فرزندانشون در واقع مشکلاتی رو در واقع مواجه هستن. مثلا مبحثی رو که عنوان میکردن که به فرض بچه من مثلا اگر 13 سالش هست، موقعی که من میخوام برم کارنامه‌شو بگیرم، مدرسه به من میگه تو باید زیر اون کارنامه پدرش رو بگیر بیاد حساب کنه. یا مثلا وقتی که بیمارستان اگر بخواد جراحی یا عملی داشته باشه، کاری داشته باشه، پدر باید اونجا در واقع امضا بکنه. و این حساب بانکی عنوان کرده بود این صفحه که من دیدم، که عنوان کرده اگر من بخوام حساب بانکی باز بکنم برای پسرم، پدرش رو میخوان و میگن تو که ولی نیستی به عنوان یک زن، فرزند شما نه استفاده میکنم خانم دکتر. خواهش میکنم. در واقع دارم روی فرصت هایی صحبت میکنم که بفهم. فقط این نکته این هستش که یه سری در واقع سوال و نکات دیگری رو هم دوستان در واقع به من منتقل کردن میونه فرمایش شما، اینها رو هم من خدمت شما عرض میکنم. ادامه بدم اجازه بدید. بله خواهش میکنم بفهم. عرض کنم ببینید این بحث در واقع حقوق زن هست که مطالباتی که زنان دارن واقعا از شبکه های اجتماعی به خوبی داشتن دارن انجام میدن. و جالب اینجاست که وقتی که این خانم وقتی که در مورد این مسئله صحبت کردن و همسر شهید در واقع که اون گرامی هم هستن و ما شناخته شدن توی بحث ها، و حالا من اسم نمیبرم چون مثلا نمیخوام از اینا اسم ببرم، اسم ها رو هم دارم ولی جایز نیست که من اسم ببرم، ولی وقتی که ثبت نام ایشون میگفت من مدرسه که میخوام برم امضای پدر رو میخوام، کارنامه میخوام بگیرم امضای پدر رو میخوام، اما وقتی میخوام ثبت نام کنم در مدرسه از من پول میگیرم، خب اینجا این جریان چیست؟ حقوق زن اینجا چطور باید دیده بشه؟ و جالب اینجاست که خانم‌های دیگری هم در واقع این مشکلات رو عنوان کردن بر اساس پیج ایشون و حالا مباحثی رو که ایشون گذاشته بودن. خیلی قشنگ خانم‌های رو پوشش دادن و حالا در نظر داشته باشین این خانم مثلا دکترای امور سیاسی از دانشگاه تهران هستن، دانشگاه شاهد تدریس می‌کنن و خودشون این مباحث رو وقتی مطرح می‌کنن واقعا جالب توجه. ببینید یک در واقع جنبش‌ها و پویش‌هایی رو در واقع این مباحث به وجود میاره که اینها منجر به این میشه که ما بتونیم فرصت‌هایی رو برای بهبود زندگی خانم‌ها و به طور کلی برای جامعه خودمون این رو بخریم. همین مسائل و این مباحث به قدری مطرح شد که مثلا با این خانم به عنوان نمونه میتونم بگم خبرگزاری فارس به عنوان یک نماینده در واقع رسانه‌ای از این خانم دعوت کردم که بیان صحبت بکنن تو این زمینه و در واقع این تبدیل به کمپینی شد که در واقع خانم‌ها بتونن مطالبات خودشون رو به از مجلس داشته باشن، به خانم‌هایی که در مجلس هستن نمایندگان خانم اینها رو در واقع عنوان کردن و بحث بر این بود که اگر در واقع خب شرایط اگر دیده میشه باید وضعیت مالی هم به همین صورت دیده بشه و در واقع خیلی از مباحث هست، من حالا وارد اونها در جزئیات نمیشم. از مدل‌های دیگه که من میتونم خدمتتون بگم مدل هایی هستن که خانم ها اومدن توی بحث های گردشگری وارد شدن، یعنی در بحث های سفر، یعنی اینفلوئنسر هایی هستن که اومدن توی بحث های گردش و مسافرت ها وارد شدن که خیلی جالبه. اینا میان مثلا یه کوله میندازن
پشتشون و شروع میکنن در واقع در مسافرت ها و اینها رو فیلم برداری میکنن. و البته الان با توجه به کرونا خب این مسافرت ها کمتر شده و اینها روششون رو تغییر دادن تو این زمینه. جالب توجه اونجاست در واقع اینها تو این زمان کرونا که مسافرت ها کمتر شده اومدن روی این کار کردن، ببینید چجوری میتونن از این صفحه ها شبکه های اجتماعی استفاده کنن که فرصت هایی رو در واقع ایجاد بکنن، چه از بعد اقتصادیش چه از بعد اجتماعیش تو این زمینه. اینها در واقع در زمان کرونا اومدن روی این کار کردن که چطور میشه یک شرایط سفر رو مهیا کرد که اعتماد مردم به اون جلب بشه و در واقع چه چیزهایی رو میشه دید برای آینده که اگر این سفرها رو اندازی شد چه مسائلی مطرح هست. مثلا با خودشون شرکت‌های مسافربری رو دارن، شرکت‌های حمل و نقل رو دارن، هواپیمایی‌ها رو دارن، هتل‌ها رو دارن. در مورد اینها دارن صحبت می‌کنن که چه استانداردهایی رو باید مثلا فرض بکنید که یک شرکت هواپیمایی باید داشته باشه که مردم اعتماد بکنن باهاش مسافرت کنن، یا هتل‌ها باید چه استانداردهایی رو در واقع رعایت بکنن که مردم اعتماد بکنن. مثلا از مباحثی که عنوان کرده بودن بحث این بود که خب اگر شما در حضور خود مسافر برید اتاقش رو ضد عفونی بکنید اعتماد بیشتری رو در واقع کسب میکنه. من اخیرا شنیدم که یکی از هواپیماها در واقع لاینای مسافرتی یکی از مسافرها رو که در واقع قبول نکرده بود که ماسک بزنه برگشته و در واقع مسافر رو در واقع بیرون کرده از هواپیماش. این در واقع یک سری مسائلی تو این زمینه هستش که ما میدونیم عنوان کردن خیلی خوب. الان مثلا رستوران ها باید به چه صورتی باشن، چطوری باید در واقع کار بکنن، چه استانداردهایی رو باید داشته باشن که مردم اعتمادشون جذب بشه. اینها همه اینو در نظر داشته باشین. اینا که من دارم خدمتتون دارم میگم، اینا در واقع یک مثال جالبی رو یکی از دوستان من میزد، میگفت مثلا یه تکه شیرینی میمونه، شما میری شیرینی فروشی به شما یه شیرینی تعارف میکنه، یه دونش رو برمی‌داری میخوری، ولی یک کیلوشو میری میخری میبری. در واقع این شبکه این افراد هم در واقع به عنوان اینفلوئنسرها تاثیرگذار هستن و این چیزهایی که دارن ارائه میدن به دنبال کسی درآمدهایی در کنارش هم هستن و خیلی هم موفق دارن عمل میکنن. از موارد دیگه حوزه مد هست که خانم ها توش خیلی خوب وارد شدن. خب طراحای لباس از این فضا استفاده خیلی خوبی کردن، تولیدات خودشون رو خیلی خوب می‌فروشن، اگرچه آسیب‌های اجتماعی هم با خودش به همراه داشته، مثل بحثی که در مورد مانکن‌ها و در واقع مدل‌ها و این چیزا هست، اینا رو هم باید نظر داشته باشیم. اما اگر جنبه مثبت این رو ببینیم، میتونیم ببینیم که طراحان لباس از این فضا بسیار خوب استفاده کردن. مثلا در بحث حجاب‌های اسلامی، خب من حالا این قسمتش رو بهم حتما نگیم که این مانکن‌ها مدل‌های غیر اسلامی رو مطرح می‌کنن، در کنارش بحث استایل‌های جدید رو دارن مطرح می‌کنن، کسایی که حجاب دارن. خب برندهای خاصی قبلا خودنمایی می‌کردن، الان اینا برندهای خیلی جدیدتری رو دارن عنوان می‌کنن. بعضی از این برندها که صاحب نام هم هستن، مثلا فرض بکنید مثلا فلان فروشگاه که تو این زمینه فعالیت می‌کرده و میگفته که خیلی خب ما برای حجاب تنوع حجاب می‌خوایم مدل‌هایی رو داشته باشیم، اینها رو مثلا برای کسایی که چادر دارن یه جور، برای اونهایی که بدون چادر هستن یه جور، اونهایی که در خارج از کشور دارن میرن یه جور، انواع روسری، یا مثلا اگر یه خانمی در عروسی میخواد شرکت بکنه چنون مانتوی شیکی داشته باشه. در واقع اومدن تو اینا کار کردن و از نظر اقتصادی کسب درآمدهای بسیار خوبی را انجام دادن. اینها شعبه هایی رو داشتن به صورت در واقع فیزیکی. خب الان در این شرایط دارن از فضا بسیار خوب دارن استفاده میکنن، فضای مجازی، و مشتریان خودشون رو دارن و حتی مشتریان بسیار بیشتری رو حتی به دست آوردن. در مورد یک سری سایت هایی هست، سایت هایی که در واقع میبینید که در مورد سفرها و اینها باهاش مواجه میشید، دوباره مثلا سایت های دهگردی هست یا شهرستان هایی به خصوص اینا مراجعه میکنن. ببینید اینطوری پول میسازن، یعنی در واقع اینها مراجعه میکنن اونجا و فقط حالا خودشون تفریحشون رو هم اونجا انجام میدن، علاوه بر اینکه بالاخره جاهای دیدنی و جذابیت ها و جاذبه ها رو در واقع جاذبه های طبیعت رو هم نشون میدن. فقط از اینها میخوام که شما یه عکس ما رو فقط در پیج خودتون بگذارید، یعنی درآمدهایی که اینها دارن کسب میکنن جالب توجهه. در واقع میان با تبلیغات از یه طرف میان
کسب درآمد میکنن. از طرف دیگه میان عکسای اینها رو میگیرن یا توضیحاتی رو در مورد جاهای مختلف درآمدها و کسب و کارهای مختلف در واقع میان عنوان میکنن، محصولاتشون رو میان اونجا میفروشن. و ببینید مثلا چه میکنن، مثلا در حوزه آموزشی خیلی خوب عمل کردن که من حالا اینها رو بیام خدمتتون بگم، اینم جالب توجه خواهد بود. در حوزه آموزشی ما میبینیم که واقعا خانم ها مثلا اومدن پادکست هایی رو تولید کردن، به صورت در واقع صوتی رو تولید کردن. خب اومدن مثلا اینها رو ازش بهره برداری کردن، استفاده کردن در بحث های مثلا خیلی جالبه، بحث داستان گویی یا کتاب خوانی، بحث هایی هستش که ما میبینیم خیلی خوب دارن از اینها استفاده میکنن. و مواردی که در مورد حالا ما میگیم که مثلا خانم‌ها کسب درآمد میکنن درست، ولی چطور مثلا وضعیت خانواده رو نمیبینن؟ ممکنه مصلحت خانواده و رسیدگی به فرزندان به یک صورتی باشه که جایز نباشه اینها در شبکه‌های اجتماعی باشن، اما اینا پاسخ همون هاست. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که خانم‌هایی هستن که دارن برای خانواده و برای فرزندان دارن در این شرایط کسب درآمد که میکنن در کنارش دارن در واقع کارهایی رو انجام میدن، بچه ها رو دارن جذب میکنن و در واقع مادر و فرزند رو در کنار هم توی این شبکه ها در واقع می نشونن و ازش استفاده میکنن. ما الان کلاس های آنلاین نقاشی رو برای عموم مردم داریم که بعضا بعضی از اون خانوم ها هستن استادانشون، معلماشون، کلاس های نقاشی داریم. مثلا فرض بکنید که کانون پرورش فکری به صورتی بود که اگر خانم‌ها می‌خواستن بچه‌هاشون رو ببرن اونجا کلاس، مثلا به فرض نقاشی یا هر چیزی بذارن، 10 نفر ثبت نام می‌کردن، در هفته 1 ساعت برای اینا کلاس می‌ذاشتن. الان شرایطی فراهم شده که همین معلم‌ها و همین خانم‌ها خیلی شرایط میان، مثلا فرض بکنید توی واتساپ دانشجوهای 4 نفر میگیرن به صورت تصویری در این محدودیت کرونا و در واقع مختص 1 ساعت هم نیست، تمام هفتهشون هم پر میشه و خلاقیت هایی رو در واقع دارن از خودشون نشون میدن که این خلاقیت ها واقعا تاثیرگذار هم هست و در واقع مشتری مداری میکنن، مشتری بیشتری رو هم دارن در فضای مجازی کسب میکنن. حتی مثلا مربی های مهد کودک ها رو ما میبینیم تو این زمینه خیلی دارن خوب کار میکنن. یکی از مواردش این هستش که اینها پیج هایی رو دارن، این پیج ها در واقع اینها میان از، منظورم اینه که از شبکه های اجتماعی دیگه، از پیام رسان های دیگه دارن به نحو احسن استفاده میکنن. کسی که میافته تو وادی شبکه اجتماعی فقط مختص اینستاگرام نیست، این در واقع میاد از پیام رسان های دیگه هم به نحو احسن استفاده میکنه، همه اینها رو در کنار هم میگذاره و یک برنامه‌ای رو میچینه که بتونه هر کدوم تقویت کننده اون یکی برنامهش باشه. به فرض مثلا فرض بکنید تو شبکه، تو پیج اینستاگرامش با فالوورهای زیادی که داره اومده مثلا اونها کرده که در مثلا من یک برنامه مجازی رو برای بچه ها میخوام بگذارم که در کنار این مثلا نمایش عروسکی هست، شعر هست، داستان هست. و در واقع مثلا یکی از این خانم ها لایوی رو گذاشته بود که خیلی جالب توجه بود، گفته بود بیاین لینک بکنین روی تلویزیون خودتون و بچه ها و خودتون بشینین این رو نگاه بکنین. جالب توجه بود که مثلا 300-400 تا بچه در همون زمان در واقع داشتن این لایو رو نگاه میکردن و از کسایی هم که من سوال کردم توی تحقیقی که داشتم میگفتن بسیار تاثیرگذار بوده، بچه ها بسیار خوب استقبال کردن از این برنامه ها. خب فرض بکنید که این شخص بعدن میاد یک ایونت دیگری رو در کنار این میذاره و استفاده میکنه، خانم مادر فرزند رو دعوت میکنه، بهشون بلیت میفروشه و در اونجا محصولات دیگری رو به نمایش میذاره و بنابراین میتونن از اونها برداشت بکنن. فعلا متوقف بشن، من ادامه بدم. و در واقع اگر ما بگیم که تقویت کننده هم هستن این شبکه ها، ما به اینجا میرسیم که بله، به فرض از شبکه ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن که بیان در یک جای دیگه درآمدزایی کنن و در واقع بحث
اقتصاد رو بهبود ببخشن و این خب برای جامعه خیلی جالب توجه خواهد بود و خلاقیت های این خانم ها خیلی جالب توجه هست. توی بحث های محیط زیستی مواردی وجود داره که بسیار جالب توجهه. پیج های اینستاگرامی که من در این زمینه میبینم که فالوور های بسیار زیادی هم داره، اینها در اون خیلی خوب کار میکنن، هم آموزش و یادگیری در واقع توی اون وجود داره و هم به حفظ محیط زیست کمک میکنن و در واقع کمک میکنن به بحث توسعه پایدار در جهان. که این فعالیت ها جالب توجه اینجاست که بیس اصلیش در خونه هاست و از توی خونه شروع میشه. مثلا یکی از این بحث ها که خدمتتون میخوام عرض کنم بحث تفکیک زباله است. خانمی هستن که در واقع پیجی رو دارن، اسمها رو نمیگم، بسیار معروف هستن، ایشون کار میکنن رو پسماند صفر، یعنی در واقع کار میکنن رو اینکه چگونه ما زباله تولید نکنیم. و در واقع بحث محیط زیست رو در واقع میان برای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کار میکنن. مثلا یکی از مواردی که تو این زمینه باز مطرح میشه بحث پسماندهای غذا هست، بحث تفکیک زباله ها هست. توی پیجشون ایشون مطرح میکنه که خب مثلا ما این پسماندهای غذایی آشغالهای میوه رو ما میتونیم چطوری تبدیل بکنیم به کود و بتونیم اینها رو در خونه ها بتونیم ازش بهره برداری و استفاده بکنیم، یا زباله های خشک رو چطور در واقع این رو در واقع در اون استفاده بکنیم، از چه ظروفی استفاده بکنیم. من اینجا نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم که من یک دقیقه فقط وقت داریم. آره خانم دکتر، این بحث رو ما یک دقیقه دیگه تموم میکنیم که بحث بعدی رو در واقع شروع کنیم. انشاءالله خودمون بحث بعدی رو شروع میخوایم بکنیم یا کسی دیگه؟ من خدمتتون در واقع میگم ادامه میدم که اگه شما فرمایشی دارید میتونید در واقع اضافه بکنید. بسیار من اگر اجازه بدید یه جنبندی پس خیلی کوچیک جنبندی کنم، نمیدونم نیازی هست به راهکارها اشاره بکنم. اگر وقت نیست کنم بکنم. آره یک ساعت ما به دلیل اینکه در حال اتمام هست، اگر امکان داشته باشه در واقع به اندازه یک دقیقه ما مرخص میشیم، لایو ما قطع میشه و مجددا برای ادامه بحث میان خدمتتون انشالله. و هم به طور در خدمت ما هستیم.